اصلا من تون متشکرم، شما واقعا همه تون لطف دارید به من. میدونم که بعضی وقتا اذیتتون کردم، ولی واقعا واقعا شما عزیزان منو سپرایز کردین. امروز صبح بیدار شدم، یه دفعه گفتم ای سی سی تو 90 سالت شده. میدونین شوکه شدم، یعنی واقعا من 90 سالم شد، یه قرنه که تو این دنیا. البته همچین عمری هم نیست، میدونین تازه سی پی آرم و امروز انجام دادم. قرار بود 2 سال پیش انجامش بدم که افتاد به امروز. البته فکر میکنم مصادف شدنش بی دلیل نبوده. ممنونم بچه ها، از همه تون ممنونم به خاطر این گل زیبا من. ممنونم عزیزم، ممنونم پسرم. تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. یک کتاب ایرانی در جمع نامزدهای بهترین کتاب آشپزی جهان، کتاب آشپزی مدرن پانیز از میان آثاری از 205 ناشر کتاب‌های آشپزی و 26,000 عنوان کتاب در سراسر جهان به جمع 7 نامزد نهایی مسابقه جهانی گورمان پیوست. کتاب آشپزی مدرن اثر تألیفی سمیرا جنت دوست، مربی آشپزی و شیرینی‌پزی به مرحله نهایی مسابقه‌های تخصصی جهانی گورمان که ویژه آثاری پیرامون آشپزی است راه یافت. این مسابقات از 7 تا 11 ژوئن سال جاری در شهر یانتای کشور چین برگزار میشه. این کتاب در رقابت با 6 کتاب از کشورهای برزیل، کانادا، روسیه، چین، پرو و آمریکا در مرحله پایانی مسابقه گورماند حضور خواهد داشت. گورماند بزرگترین مسابقه کتاب‌های آشپزیه که 15 سال قدمت داشته و در کشور فرانسه برگزار میشه. برای اولین بار و در سال 2005 ایران از بین 205 کشور شرکت کننده در بخش خارجی با انتخاب کتاب آشپزی مدرن پانیز جزو 7 کشور برتر شناخته شده و در لیست انتخاب بهترین کتاب دنیا قرار گرفت. بنا به اظهار نظر برگزار کنندگان این مسابقات، رقابت بسیار سخت بوده و بیشتر کتاب‌های شرکت داده شده از کیفیت بالایی برخوردار بودند. سمیرا جنت دوست در کتاب آشپزی مدرن دستورهای غذایی مربوط به سرزمین‌های گوناگون را به ساده‌ترین شکل خلاقانه و تصاویر کاملاً حرفه‌ای آموزش داده است. این مسابقه مانند جایزه اسکار در صنعت فیلمسازی برای سرآشپزهای معروف دنیا اهمیت دارد. به گفته خانم جنت دوست، مسئولان برگزاری مسابقه در دعوتنامه خود قید کردند که شرکت کنندگان به عنوان صاحب اثر می توانند با لباسهای محلی یا رسمی به همراه پرچم کشورشان به عنوان نماینده ای از مردم سرزمینشان حضور پیدا کنند و درباره کتابهایشان سخنرانی داشته باشند. سمیرا امیدوار است با پشتیبانی مردم بتواند جایزه بهترین کتاب آشپزی سال 2015 مسابقه گورماند را برای کشورش به ارمغان بیاورد. سرباز جنگ جهانی دوم با خواندن نامه عاشقانه‌ای که 70 سال پیش نوشته بود اشک ریخت. چشمان سربازی که در جنگ جهانی دوم شرکت داشته پس از دریافت نامه عاشقانه ناپدید شده‌ای که در 70 سال پیش برای همسرش نوشته بود غرق در اشک شد. این نامه که تاریخ اون به سال 1945 برمیگرده به تازگی به وسیله خانومی پیدا شد. اون نامه را در یک دستگاه پخش قدیمی که از یک مغازه در دنور خریداری کرده بود پیدا کرد. نویسنده این نامه میتونست در هر گوشه ای از این دنیا باشه، اما چندی بعد متوجه شد که صاحب نامه چندان هم دور از دسترس نیست. اون در حالی که اشک میریخت، کلمات این نامه نوشته شده در سالهای بسیار دور رو برای همسرش برنادین گیبسون میخوند، کسی که به مدت 63 سال در کنار اون زندگی کرد. این روزها کلمات عاشقانه با سرعت بالایی رد و بدل میشن، ولی هنوز به پای نامه واقعی نمیرسند. خیلی جالب بود وقتی 70 سال پیش یک نامه با تمام احساس نوشته میشد. خیلی تعجب کردم، واقعا راهی برای بیان احساسم نداشتم، واقعا میگم. بیل این نامه ها را در زمان جنگ جهانی دوم وقتی یک سرباز 20 ساله بود نوشت. عزیز دوست داشتنی خودم هیلاری برندی، دختری که در مرخصی ملاقات کرده بود. میدونستم میخوام باهاش ازدواج کنم. وقتی میدونی
دیگه نمیتونی یه نفر رو ببینی. از هر فرصتی برای برقراری ارتباط استفاده میکنی، هر فرصتی. نامه ای که مقدمه یه ازدواج 63 ساله ی آنها شد. به عقب برمیگردیم. عزیز دوست داشتنی، همش خاطر است. چطور ممکنه؟ با دیدن کلمات او شاد میشوند. مسلمن ارزشش داشت. او اکنون 90 سال دارد و اینجا با یک پرستار زندگی می کند و اطرافش پر از خاطرات دوران سربازی و خانوادگی است. بقیه نیز متعلق به عشق زندگی است. عاشقش بود. برندی 5 سال پیش از دنیا رفت. خیلی دوستش داشتم. بعد میتونم همینو بگم. واقعا زندگی بدون اون سخته. این تنها قسمتی از زندگی زیبای اوست که در میان کلمات زیبا جاری شده. تمامی نامه ها ضبط شده و اکنون فقط یک نامه باقی است. اون دیشب برای دخترم خوندم. اکنون زمان آن است که به نسل های بعدی برسد. عشق بین پدر و مادر یه عشق واقعیه. میتونه مثال یه عشق زیبا باشه. سری خواهیم زد به شانگهای و بزرگترین فروشگاه دیزنیلند در جهان. به جرأت میشه گفت خبرهای پیرامون میکی موس همیشه با شادی و لبخند همراهه. این موشه کوچولو هر جا که پا میگذاره پیام‌آور شادی و زیبایی. حالا شانگهای چین با گشایش بزرگترین فروشگاه دیزنیلند در جهان هم سرشار از شادیه و هم به خودش میباله. این فروشگاه بسیار بزرگ 53,000 فوت مربع مساحت داره و نخستین فروشگاه دیزنی در چینه که به ارائه اسباب بازی و محصولهای دیگر دیزنی میپردازه. این دقیقا شبیه همونیه که تو داستان اسباب بازی، حتی امضا هم داره. یک دکمه برای صدا اینجا گذاشتن که خیلی عالیه. بهتر از اونیه که فکرشو میکردم. تمام جزئیاتی که دو داستان میبینیم اینجا رعایت شده. حتی شنیدم ساعت به ساعت محصولات جدید میارن. کلی تفریح اون توه. ارزششو داره که بری اون توی نگاهی بندازی. من که خیلی خوشم اومد. این تنها شروع این ایده بزرگ در دل پرجمعیت‌ترین شهر جهان یعنی شانگهای. خوبه بدونیم که نخستین دیزنیلند در سال 1955 در کالیفرنیا کارشو شروع کرد. این پروژه 5.5 بیلیونی دیزنیلند شانگهایو به یکی از بزرگترین دیزنیلندها تبدیل کرده. نقش‌های لطیف بر روی دیوارها به لطافت می‌رقصند. نام سلیمانیه به عنوان پایتخت فرهنگی کردنشین در شمال عراق با گالری بی همتایی از نقاشی‌های دکتر لطیف جمال رشید دوباره زنده می‌شود. اکنون اینجا نام خانوادگی لطیف با نام هنر همنشین شده است. این گالری نتیجه سال‌ها کوشش فؤاد معصوم مشاور رئیس جمهور عراق است. دولت مردی که در قلبش پیوندی ژرف با هنر دارد. او معتقد است اکنون زمان نمایش این آثار فرا رسیده. بنابراین در خانه ای را که برای پدر و مادرش تهیه دیده بود به روی مردم گشوده. خانه ای که حالا نام گالری نقاشی دکتر لطیف برد.